دختر رویایی، نویسنده هدیه محمدی. بهشتم. به خانه رسیدم، پدرم دروازه را تک تک کرد. بعد از چند لحظه امید، برادر بزرگ ارسلان، کوچه را باز کرد و بعد از سلام علیکی ما را داخل دعوت کرد. من هم تمام ترسم از بین رفت. فکر کردم مادرم ناحق اینقدر تشویش میکرد. همه چیز حالت عادی دارد. پدرم یک گلاس چای نوشید و خداحافظی کرد. وای را همه ما تا پیش دروازه بدرقه کردیم. همین که دروازه بسته شد، به طرف عقب برگشتم تا به اتاقم بروم، ولی یک سیلی محکم بریم اصابت کرد. قسمی که سرم به طرف راست شانه هم حرکت کرد. چشمانم پر از اشک شده بود. به طرف بالا نگاه انداختم تا ببینم کی من را سیلی زد، که یک سیلی محکم دیگر برویم اصابت کرد. قسمی که به زمین افتادم، دیگر مانع اشک هایم شده نتوانستم. به طرف بالا نگاه کردم که حاجی پدر بود و با لحن پر از خشم گفت: دختر چوپان روی سرک، چطور جرأت کردی که بدون اجازه من به خانه کسی بروی؟ در حالی که زبانم بند من می شد گفتم: من حرفایم را عمه سعیده قطع کرد و گفت: آرام باش لعنتی دختر بی شرم، هنوز هم گپ می زنی؟ حیران بودم، حتی عمه هم اینطور با من رفتار می کند. در همین زمان حاجی پدر بلندم کرد و می خواست یک سیلی دیگر برایم بزند. چشمانم را از ترس پت کردم، ولی سیلی برایم اصابت نکرد. با آهستگی چشمانم را باز کردم، دیدم شخص دستش را محکم گرفته. به طرف آن شخص نگاه کردم، ارسلان بود. ارسلان دست حاجی پدر را رها کرد و گفت: پدر، این دختر زن من است، پس من میزنمش. فرض من است که من حیث شوهرش اصلاحش کنم. شما خود را به زحمت نسازید. و پدر خود را در آغوش کشید. همه اعضای فامیل با دیدن ارسلان خوشحال بودند. همه به طرف ساختمان حرکت کردند. بهشته. در حالی که از گوشه لبم خون جاری بود و پاهایم همه به اثر افتادن زخم برداشته بودند، لنگ لنگ کرده و با گریه خود را به اتاقم رساندم. بروی تخت نشستم و زار زار گریه میکردم و فکر میکردم با آمدن ارسلان باز هم لط خواد خوردم. آهسته روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بسته کردم. چند ساعت خوابم برد. شخص تکانم داد، در حالی که تمام وجودم پر از ترس شده بود. با عجله و گریه به جایم نشستم و گفتم: ارسلان من را نزن. ولی ارسلان لبخند ملایم زد و گفت: آرام باش. برایت غذا آوردم، غذایت را بخور، نترس. از من به تو هیچ آسیبی نمی رسد. با شنیدن حرفای ارسلان قلبم آرام گرفت و شروع به خوردن غذا کردم.
در حالی که غذا می خوردم متوجه او هم بودم. بکس خود را باز کرد، از داخل آن یک جوره پنجابی بسیار مقبول به رنگ سرخ را بیرون آورد. در حالی که دهنم پر بود گفتم وای چقدر مقبول. ارسلان خندید و گفت اول غذایت را قرد کن باز حرف بزن، بگیر این مال تو است. آنقدر خوشحال شده بودم که پتنوس غذا را گذاشتم و عاجل پنجابی را به دستم گرفتم. پیراهن و تنبانش به رنگ سرخ بود، دور یخن پیراهنش یک نو دوخت ظریف و زیبا با تار طلایی کار شده بود. فکر کنم با ماشین دوخته شده بود، چون با دست به نظر من محال است و بس. بسیار خوش شده بودم، ازش تشکری کردم، لباس را در الماری گذاشتم و برایش گفتم یک سوال پرسیده می توانم؟ ارسلان حتما می پرسید چرا لطت نکردم، همینطور نیست؟ بهشته بله. ارسلان من اهل ظلم و ستم نیستم، به خاطر این که دیگر راهی نداشتم تا تو را از دست پدرم نجات بدهم. گفتم خودم لطش می کنم. خب حالا باید سر صدا کنی. بهشته چرا؟ ارسلان ای دیوانه، به خاطر این که همه فکر کنند من تو را رتوکوب می کنم. ارسلان ظرف غذا را به زمین زد، من از ترس تکان خوردم. گفت چیغ بزنم. گفتم چی؟ ارسلان نشنیدی چیغ بزنم؟ من که نمی فهمیدم چی کار کنم شروع به چیغ زدن کردم و او هم به الموری می زد و یا به اشیای دیگر اتاق و بلند بلند می گفت اگر بار دیگر دیدمت این قسم کارها کنی باز از خود گله کن، از من نه. با وضعیت برسان آمد که نقشه روی تغییر کنه و مادر و پدرت نشناسید. با این کارهای ارسلان حیران مانده بودم. آرام آرام خنده می کردم به خاطر اینکه صدای خندم بلند نشود. دهنم را محکم گرفته بودم. بعد از چند لحظه اما سعیده پشت دروازه اتاق آمد و صدا کرد ارسلان بچه این بس است، اینقدر دختر را نزن، فهمید دیگه، انشالله از این به بعد متوجه می باشد، همینطور نیست بهشته؟ من هم با وجودی که خنده هم گرفته بود خود را کنترل کرده یک آواز نالشتی کشیدم و گفتم بله همه جان. بعد از رفتن عمه سعیده هر دوی ما آهسته آهسته خنده می کردیم. زیاد حالت خوشایند بود برایم. دلیلش را خودم هم نمی فهمیدم. ولی آنقدر خوشحال بودم که در زندگیم خوش نبودم. فکر می کردم تمام دنیا از ما است. می خواستم اتاق را جمع کنم. اما ارسلان اجازه نداد. دلیلش را پرسیدم. ارسلان دیوانه شدی؟ اگر اتاق را جمع کنی سر ما شک میکنند. اتاق را همینطور به حالت خودش بان. تو لب سیرین داری؟ با تعجب گفتم بله چی میکنید؟ نیکه شما لب سیرین میزنید؟